حقیقتا این قوت خدا در ما باشه، حتی برای شنیدن کلام خدا من با قوت میاد. همیشه عزیزان رو تشویق کردم حتی قبل از اینکه تشریف میارید به کلیسا، لطفا دعا کنیم برای کلیسا، دعا کنیم برای خادمین، دعا کنیم. چرا دعا کنیم؟ برکتی که روح القدس میده، قوت خدا به ما میده، برای که بتونیم با فیض خدا مانع حملات بشیم. کلیسای مسیح همیشه تحت حملات هستش، اما زمانی که ما دعا میکنیم اجازه میدیم که حضور خدا و قوت خدا در برابر این حملات بیسته و ما بتونیم از کلام خدا، از پرستش برکت بگیریم. میگه اون موقع ربطی نداره ما چه نوع سرودی داریم گوش میکنیم، ربطی نداره تو کلیسا چند نفرن، ربطی نداره واعظ درباره چی صحبت میکنه. همه اینها رو خداوند در مسیر ارادش در قلب ما قرار خواهد داد. مشروطه که همه چیز تحت اراده و کلام خدا باشه. دعا چیست؟ آیا همه گوشیاتون رو دارید؟ کسی هست که گوشور نداره؟ لطفا دستش بره بالا. اونهایی که گوشور ندارن، مثل که چرا گوشور انتها هستش؟ ببخشید. پس لطف کنید گوشورا رو یه عزیز زحمت بکشه تقسیم کنه. دعا چیست؟ از آنجایی که همه ما نسبت به دعا تجربیات و آگاهی و دانش خاص خودمون رو داریم، مسلماً جوابهای مناسبی خواهیم داشت که همه تعریف ها وقتی که به یک توضیح و تفسیر میرسه به نوعی یک جواب مشترک میدهد. که خلاصه یا این جملات خواهد بود: صحبت با خدا، مشارکت با خدا، راز و نیاز با خدا، استغاثه از خدا، مشورت گرفتن و هدایت شدن از خدا، صدا زدن و مدد خواستن از خدا، به یاد خدا بودن و به او وقت دادن. اما همه ما به یک تجربه با این واژه دعا آشنا هستیم و آن این بود که در زمان تهی بودن، در زمان نیاز، در زمان تنگی ها، در زمان مشکلات، در زمان خطرها، در زمان نابودی ها، در زمان از دست دادن ها و در زمان شکستن و در زمان ضعف و در زمان تحقیر و تهدید ها و در زمان تنهایی ها، ما به هر آنچه که باور مذهبی بود به سکوی دعا زانو خم کرد، با هر باوری که بود. و به این طریق در اصل طریق آموخته هامون، چه در مذهب و چه در تجربه، ما بهر نیاز از خدای بی نیاز نیز خواهان شدیم، آنچه را که میخواییم میتونیم. حداقلش این بود که فهمیدیم موقع مشکلات و سختی ها دست ما که از همه جا کوتاه شد، دست به دامن خدا بشیم. حافظ نیز اعلام میکنه: حافظ، وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن نباش که نشنید یا شنید. و گاهی ما حتی این گونم عمل میکنیم که فقط دعا کنیم دیگه، حالا اینکه خداوند میشنوه یا نمیشنوه کاری نداریم. حداقل کاری که ما میتونیم بکنیم این دعاست. دعا رو انجام میدیم حتی توی ریتم عادت، گاهی حرکت رو مردم دنیا اجازه بدیم این گونه بدیم، حالا که هنوز خدای حقیقی رو نمیشناسن این گونه عمل میکنن و نه آنچه را که حقیقتا تعریف درست از دعا هستش. یک عادت بیش نیست. عطار رو زلام میکنه: هرچه از عادت رود در روزگار، نیست آن را با حقیقت هیچ کار. به طور خاص سعی کنین هرگز دعا رو عادت نکنین، دعا رو با عشق و محبت به این جلو که بیشتر بخش دقیقات صحبت خواهد کرد. هرچند چه بسا اکثر مردم دنیا همون گونه که گفتم دعا میکنن، چرا که در ایمان و باورشون این هستش که خدا مهربان است، خدا تواناست. بنابراین سعی مفت اونجش مفت میذاریم دیگه، شاید گرفت دیگه، حالا با یه دعایی میکنیم ببینیم موفق میشیم یا نه. شاید گرفت و ما هم دعاهای من اجابت شد. باز نویسنده میگه: در طوفان زندگی با خدا بودن بهتر از ناخدا بودن استش. و این نوع سب، این نوع طرز تفکر کمک کرده که مردم دنیا اکثرا با
دعا آشنا باشن و نسبت به این نظریه حتی از لطف خدا نیز سخن بگن. همه با بربندان، همه مذهبیون بر این اعتقاد هستن که خدا مهربانه و خدا زمانی که دعا میکنیم صدای ما رو میشنده و دعای ما رو نیز اجابت خواهد کردش و رحمت او بر ما خواهد. باز شاعر ایران میکنه: خدایا رحمتت دریای عام است، ز لطفت قطره‌ای ما را تمام است. تو که توانا هستی خداوند، تو به راحتی میتونی رفع مشکل کنی. خداوند تو که دانا و حکیم هستی به راحتی میتونی به ما بیاموزی توی این مشکل و توی این بنبست، توی این سوء تفاهم، توی این رابطه شکسته من چه کار و تو که خداوند جهان را آفریدی و ثروتمند هستی، حالا یک کودشم به ما بده دیگه ببینی چی میشه. تو که ابدی هستی، حالا یه چند روز عمر ما رو زیاد کن. و این تصوری هست که در ذهن همه باورمندان مذهبی نیز هست. اما سوال اینجاست، آیا این همان دعا یا مشارکتی است که خالق انسان خدا در نظر دارد که هر کس با هر اعتقاد و تجربه و دانشی که دارد به حضور او برسد و با او گفتگو کند؟ باز همه به خوبی می‌دانیم که در قلمرو دعا و اجابت دعا ایمان اولویت این ارتباط و برکت می‌باشد و این ایمان زمانی معنای حقیقی دارد که همراه با شناخت خدا باشد. پس اینجاست که خدا دوستی خدا شناسی نیست. اگر ما خدا رو دوست داریم، خدا شناسی نیم. ما ندخه همه مردم جهان پول رو دوست دارن، ثروت رو دوست دارن، اما دوست داشتن دال بر این نیستش که اونها بتونن طریق درست ثروت رو نیست، ثروتمند شدن رو بدونن. در کتاب اشعیا 19:21 از شریف براتون میخونم. در از کلام خداوند داره امید رو میده به مردم مصر که بت‌پرست بودن. این امید که اونها میتونن خدا رو بپرستن، اما قبل از اینکه خدا رو بپرستن، قبل از اینکه خدا رو دوست داشته باشن، میباید خدا رو بشناسن. همون بوده که عرض کردم. در کتاب اشعیا 19:21 اعلام میکنه: خداوند خود را به مردمان مصر آشکار خواهد ساخت و آن وقت آنها او را خواهند شناخت و پرستش خواهند کرد. زمانی که میشناسن تعریف رابطه، چه در پرستش، سجده، عبادت، دعا، این معنا پیدا می‌کنه. پرستش خواهم کرد، قربانی‌ها و هدایای زیاد تقدیمش می‌کنند. یعنی حتی بیشتر از اون چیزی که می‌باید با تمام میل این کار رو می‌کنند. دیگه لزومی نداره که در فرض واعظی در هر باور واعظی بیاد مدام امر معروف و نهی از منکر بیاموزه. لزومی نداره که از بهشت جهنم مردم رو تشویق بکنن یا بترسیمنش، بلکه اون عشق عمل خواهد کرد در وجود هر کسی که خدا رو میشناسه. آنها به طور جدی نذر میکنن. پس دوتیواری نیست، یک عادت نیست، یک ریا نیست که همرنگ جماعت شدن باشد و به نذر خود وفا میکنن. به اون وعده‌ای که به خدا دادن می‌ایستن و به طریق مذهبی خیر، بلکه به طریق عشق و محبت. نتیجه شناخت خدا ایمان است. نتیجه ایمان زنده حقیقی نسبت به خدا دعایی پر از مهر که با محبت خدا همراه است خواهد بود. نویسنده مزمور 116 از 1-14 بریم بشنویم. امروز بیشتر آیه خواهیم خوند، کلام خواهیم خوند، مقدمه دعای محبت هست. دوست دارم کاملا در قلبمون بشینه، چرا که فرزندان خدا فرزندان دعا هستن. دعای درست، رابطه درست. و مسیح نیز در انجیل متی 6 کاملا توضیح میده که چگونه باید دعا مواظب باشیم، مانند ریاکاران دعا نکنیم. پس ریاکاران خدا دوست هستن، اما ریاکار هستن چون خدا شناس نیستن. مبادا جایگاه ما نیز چینج بشه، دوباره تو اون جای قبلی قرار بگیریم. سپاس خدا رسیم. خداوند را محبت می نمایم، آمین، زیرا که آواز من و تضرع مرا شنیده است.
زیرا که گوش خود را به من فرا داشته است، پس مدت حیات خود او را خواهم خواند. نویسنده کاملا با یک محبت عمیق نزد خدا میره، یعنی کاملا خدا رو میشناسه. کسی بهش نگفته توی مشکلات و سختی ها دعا کن، کتابی رو نخونده که اون کتاب جبرش کنه، به خاطر نرفتن توی جهنم در حضور خدا نمیره. دیده چشیده محبت خدا. امروز زمانی هست که کلیسای مسیح به طور خاص فارسی زمان ها باید سعی کنن. کشیش چاره ای نداره، باید دعا کنه. گروه پرستش باید دعا کنن، چون جنگ دارن، جنگ رو بروشون. اعضای کلیسا چی؟ اعضای کلیسا باید دعا کنن برای خودشون، برای کلیسا باید دعا کنن. به طور خاص ما فارسمان ها، ما ایرانی ها، خداوند دروازه بزرگی رو در برابر ما باز کرده. توی کشور ما هست که متاسفانه بدون اینکه بداند بت داره پرستیده میشه. در کشور ما هستش که بی‌برکتی اونجا قرار گرفته و داریم ثمره طرز فکر اشتباه، هرچند در دعا، هرچند روزی چند بار در حضور اون خدایی که بهشون یاد دادن میرن، اما چرا این همه بی‌برکتی؟ چون به روش اشتباه رفتن، به طریق بت‌پرستی. پس من و شما که مسیحیمان آوردیم باید بدونیم موضوع دعا چیه. اگر به درستی بایستیم در حضور خداوند با عشق بریم، با دعایی که درش محبت هست، نه فقط محبت خدا، محبت من و شما در حضور خدا هست، اون موقع دعای من و شما قدرت داره در نام عیسی مسیح. قدرت داره. چرا کلیساها رو من تشویق می‌کنم؟ چرا ایمانداران رو تشویق می‌کنم؟ که در نام عیسی مسیح سرنگونی این نظام اسلامی رو بخواهید، چون قدرت درش هست و این تاریکی میره، ظلم میره، شیطان از اونجا خواهد رفت. بس با قدرت دعا کن، با عشق و محبت دعا کن در حضور خداوند، نه اینکه فقط یک موضوعی که شنیدی اون رو در حضور خداوند ببری. باز شاعر اعلام بود: ز دستم بر نمیخیزد که یک دم بی تو بنشینم، ز دستم بر نمیخیزد که یک دم بی تو بنشینم، به جز رویت نمیخواهم که روی هیچ کس بینم. وقتی میرم در حضور خداوند فقط محبت خدا رو ببینم، عشق خدا رو ببینم، صلیب مسیح رو ببینم که نه 2000 سال پیش به خاطر مشکلات من جان قدوس خود رو داد و مرد، قیام کرد تا من حلال بشم، بلکه به خاطر دردها و رنجهای من، خانواده من، همسایه من، هموطن من و کل بشر. پس دعای من قدرت داره که بتونه برای همه دعا کنه، برای ایران دعا کنه، برای رنجدیدگان، برای معتادین دعا کنه. و با قدرت دعا میکنیم، چون روح خدا که در تو هست قدرت داره. قرار نیست فقط فکر قرار روحی هم که با تو هست، با پیمندی که در هم دارن، با ایمان به خدایی که میشناسن این دعا رو انجام بده. بله. ریسمان های موت مرا احاطه کرد و تنگی های حاویه مرا دریافت. تنگی و غم پیدا کردم، آنگاه نام خداوند رو خواندم. آه ای خداوند، جان مرا رهایی ده. خداوند رؤوف و عادل است و خدای ما رحیم است. آمین. نه تنها رفع مشکلات ما، بلکه زمانی که من خدا رو میشناسم و با عشق به حضور این خدا میرم، تمام اعمال من مساویه با پیروزی، برکت، آرامش. این گونه نیست که بگم من دارم دعا میکنم موضوع دیگه میشه، خب به هم میخوشم پس نمیدونی چی کنم دعا میکنم. یا جنگ روحانی رو نمیشناسی، خبر نداری چه اتفاقی داره میفته، فقط دعا میکنی مثل مذهبی، خدای من از این مشکل بدرم، اما روش درست رو نمیدونیم که در برابر خدای محبت با محبت باید دعا کرد. و محبت در برابر خدای محبت این هست که من اون رو میشناسم، من اون رو دوستش دارم، من باورش دارم، من بهش اعتماد کردم. خدمت تو اون موقع برکت میده، تصمیماتت باعث برکت خواهد شد، رابطهات به تو برکت میده، هر آنچه که در فکر و ذهنت هست، حتی برای زندگی خودت،
داری دعا میکنی خدا بند من درآمد میخوام، خدا تو رو برکت بده که از درآمد تو دیگران نیز بتوانن برکت مالی خوبی داشته باشن، از خدمت تو دیگران نیز برکت بگیرن، از تصمیمات تو این برکت به دیگران نیز برسه. چرا؟ چون ما فرزند خدا هستیم، ما نور و نمک این جهان هستیم. مگه من میتونم نور باشم فقط برای خودم باشم، نمک باشم که خاصیتش در من باشه؟ اگر نمک هستم خاصیتش این هست که مانی فساد خواهد شد، مانی بیبرکتی خواهد شد. پس فقط مال خودم و متعلق به خودم نخواهم بود. حزقیال پادشاه که یکی از پادشاهان اسرائیل هست، دلش با خدا بود، فکرش با خدا بود، احساسش با خدا بود و تمام سعیش این بود که اراده خدا رو انجام بده. از این رو بود که صاحب برکت بود. در کتاب دوم تواریخ 31:21 شریف اعلام میکنه او در پیروزی از خدا هر کاری که برای خدمت معبد بزرگ، حالا فکر کنیم کلیسا، هر نظری، هر فکری که داشته و مطابق با فرامین و قوانین خدا بود، یعنی مطابق کلام خدا، یک باره نمیرم بگه حالا من خدا رو دوست دارم این کار رو انجام بدم. مثل شاول یکی از اشتباهاتش این بود، بدونی که از خدا به پرسه رفت قربانی گذن، اجازه نداشت. توی کلیسا هم همینطوره، رابطه همون همینطوره، خدماتمون همینه. اراده خدا رو باید بدانیم. امروز شما عنوان یک ایماندار در کلیسای پرستنده مسیح فقط تعریف نداریم، تعریف شما محل کارت هم هست به عنوان یک ایماندار. توی یک مهمانی هم دارید مسیح رو نمایندگی میکنید، هر کجا که هستی شما دارید مسیح رو نمایندگی میکنید. و اگر به خوبی یافته باشید چگونه رابطه ای ما باید با خدا باشه، تمام آنچه را که در امور زندگیمون هست ثمرش نیکویی خواهد شد. اعلام میکنه و مطابق فرامین و قوانین خدا بود که با تمامی دل انجام میداد و کامیاب میشد، یعنی ماورای حتی پیروزی و برنده شدن و موفقیت که ما به دنبالش هستیم، چون کامیابی با خودش رستگاری هم میاره، خوشنودی خدا رو نیز خواهد بکنه. آنکه محبت خدا رو در شناخت حقیقی او لمس کرده هرگز سکوت نخواهد کرد، هرگز اجازه نمیده آنچه که خدا بهش داده سکوت کنه. خواهر عزیزمون که چند روز پیش با مریم جان توی محل کار رو برمیشن، من دوباره اسم شریف شما یادم رفت، ملودی عزیزم، چه اسم زیبایی داری برای حافظه من، خیلی خوبست دیگه داری دیگه، این از پیریه، پیرم جد آقایت. ملودی عزیزم وقتی با مریم صحبت میکنه گواهیشو میده، کسی که مسیح رو ملاقات میکنه سکوت نمیتونه بکنه، سخن خواهد گفت و این سخنش باعث، حتی سخنش باعث برکت برای دیگران خواهد شد. در مزمور 71:5-6 اعلام میکنه چون تو ای خداوند امید من هستی. باز میخوام در مزمور 40:16 اعلام میکنه اما جمیع طالبان تو در تو وجد و شادی نمایند و آنان که نجات تو را دوست دارند. نجات مسیح رو دوست داریم؟ آمین. بهش افتخار میکنیم؟ از پنهانش نمیتونیم بکنیم، منکرش نمیتونیم بشیم. دائما گویند خداوند بزرگ است، دائما اعلام میکنند خدا بزرگ است. آمین. بفرمایید. خداوند ساده دلان را محافظت میکند، ذلیل بودم و مرا نجات داد. ای جان من به آرامی خود برگرد، زیرا خداوند به تو احسان نموده است. آمین. زیرا که جان من را از موت خلاصی دادی و چشمانم را از اشک و پاهایم را از لغزیدن. به حضور خداوند صالح خواهم بود در زمین زندگان. ایمان آوردم پس سخن گفتم. یه بار دیگه ایمان میتونیم هممون بگیم؟ ایمان آوردم پس سخن گفتم، سکوت نکردم، ایمان نیاوردم، ایمانم رو پنهان کنم، قایمش کنم. خواهرم میفهمه، برادرم میفهمه، سابقارم میفهمه. خیلی ایمان آوردم و سخن گفتم. هنر میشه خدا رو شکر باشه. وقتی که ایمانت رو اعلام کنی اتفاقا بیشتر مسئول جلال میبینی. خواننده خدا رو شکر باشه. اگر خدا نجاتت داده باید اعلام کنی. توی اپوزیسیون سیاسی هستی باید اعلام کنی. هر کجا که هستی
ایمان تو اعلام کن تا باعث برکت به دیگران خواهد شد. بله، من بسیار مستمند شدم، یعنی غمگین شدم. در پریشانی خود گفتم که جمعی آدمیان دروغگویند. چرا؟ چون شما توی مشکلی هستید، دارید دعا میکنید، از راه دور متوجه میشید طرف داره سرش تکون میده، پشت سرت بهبر نه، این کارش درست نمیشه، خراب شد دیگه. بهت میرسم میگم آره اشکال نداره، یه راه دیگه هم هست، یه کار دیگه میتونی تو انجام بدی. حالا تو سخن گفتی، تو سکوت نکردی. اگر با تمام دلت به حضور خدا میری، منتظر کارهای خداوند باش و خداوند دست تو رو خواهد گرفت. فراموش نمی کنم اوایل ایمانم بود، دو سه ماه از ایمان من گذشته بود و قسمتی از شکر من درد میکرد. پیش دکترهای بسیاری رفتم و هیچ کدوم متوجه نمیشدن این درد برای چیه، طوری که دیگه من و زهره جان نگران این درد شده بودیم و معمولا نیمه شب از فشار درد از خواب میپریدم و میرفتم اون قرصی که دکتر داده بود اون رو میخوردم برای اینکه بتونه تسکینی باشه. یه شب وقتی با این درد از خواب بیدار شدم، دست به دلم گذاشتم، همین که اومدم بلند شب رم قرصم بخورم، دکتر درست گفت بشین دعا کن. و من هم موقعی که رفتم در حضور خدا دعا کنم، رفتم توی رویا. توی رویا دیدم جایی هستم که سقف‌های بلندی داره، ستون‌های بسیار پهنی داره، ستون‌ها رنگش مشکی بود، زمین رنگش مشکی بود، ولی مثل پلی‌استری که ازش رنگ طلایی میمد بیرون و خیلی زیبا. و من شروع کردم اونجا خوندن و خوندن من این بود: خدا بزرگ است. همون رویا که کلام داده بود داد می‌زدم خدا بزرگ است. و باور کن تو همون رویا به خودم گفتم چه صدای خوبی داریم، خبر نداشتیم. وقتی که وقتی از این رویا اومدم بیرون دیدم درد ندارم و رویا باز گفت تو خوب شدی. باور کنید ماها بود که من فکر میکردم چرا من نمیگم الله و اکبر، چرا من تو رویا نگفتم الله و اکبر. تا اینکه مطالعه رو که زیاد کردم، چون یه تعصب خاصی من به اسلام داشتم، حتی بعد از ایمانم هم یه تعصبی داشتم. وقتی مطالعه کردم متوجه شدم رب خداست به عربی، اما الله بوته و بوت بابای محمد بود. و از اون روز تصمیم گرفتم به شاگردان بیاموزم بوت پرستی نکنم، توی کلمه الله اکبر نگم، ماشاءالله ایشالله نگم، هوشیار باشی، الله بود. خدا حقیقت رو بر تو آشکار می‌داره. اگر به سادگی به حضور خدا بیای، این صداقت رو خرج کن در دعا، این سادگی رو خرج کن. اجازه نده با افکاری که تو ذهنت هست و نسبت به نیازات داری، اول که میری در حضور خدا بگو خدایا اومدم فقط برای وجود خودت. میتونی اینو بگی؟ خدای من عاشق تو هم، خدای من تو رو دوست دارم، من میدونم تو آگاه هستی از نیاز و حاجت من. چقدر ما به خاطر نیازمون به حضور خدای بریم که داناست، میدونه، اشکال نداره برای نیازات دعا کنیم، ولی وقتت رو وقتی در حضور خدا میری بعد عشق بذار، بعد محبت بذار. فقط ما نگیم خدا محبته، خدا بگیم نگاه کن فرزند من، دختر من، پسر من، اینا محبته، اینا پر از عشق هم، اینا من رو دوست دارن و من رو میخوان محبت بکنن. من برای خیلی از شما عزیزان دوشنبه‌ها مطلبی رو میفرستم، حتی تلفن من خراب شد عوض کردم، شاید این دوشنبه نتونستم بفرستم، میتونید بگید براتون بفرستم. زمانی که من دوشنبه ها صبح زود از خواب بلند میشم دیگه فقط برای خودم دعا نمیکنم، باور کنید من برای همه شما دعا میکنم. میرم به طور خاص اونایی که میدونم مشکلاتی دارن میبرم ایشون در حضور خدا دعا میکنم. مطالبی که براتون مینویسم اینا شعر نیست عزیزان، اینا دکلمه است، اینا مطلبی هست که خدا با قرآن صحبت کرده، از نظر ادبیات فارسی به هیچ وجه درست نیست. یاسر عزیزم آگاهی و دانش بسیار خوبی داره نسبت به ادبیات فارسی و شعر و ادب. حتی من برای ایشون میفرستم روز سه‌شنبه ازش عذرخواهی میکنم، میگم ببخشید یاسر جان، این از نظر تکنیک ادبیات فارسی اصلا جایگاه درست نیست. در حتی ایشون هم داد همیشه میگه تو از دل مینویسی برادر عزیز. میگم حقیقتا این کار روح تو سیم و خدا اینو درک میکنه.
وقتی میدید در حضور خدا کاملا اجازه میده روح القدس به توسط تو سخن بگه، با خدا سخن بگه، نه فقط به خاطر نیاز و حاجتی که من از خدا میخوام بگیرم. و اونجا هست که درک درستی نمیتونیم داشته باشیم نسبت به عشقمون به خدا. بچه ها وقتی که کوچیک هستن زبانشون باز میشه، شما ببینید هر چی میگن بزرگا میخندن بشه. حالا خدا همین بزرگان قبلا اونجا بودن، مثلا برفرض بخواد بگه مامان دوستت دارم، بابا دوستت دارم، بابا دودی بر، همه میخندن دودی بر، نمیتونه قشنگ بگه. و من هم اینجوری میدونم در حضور خدا اونا که براتون مینویسم اون مطالب همینه، ولی خدا میفهمه چون با تمام دلم میگم. و این فقط من نیستم، همه شما هستید، شما هستید عزیزان که همه شعر درباره مسیح گفتن هستن، که این روح القدس هست محبت و عشق رو میده. بله خداوند را چه ادا کنم برای همه احسان‌هایی که به من نموده است. پیاله نجات را خواهم گرفت و نام خداوند را خواهم خواند. نذرهای خود را به خداوند ادا خواهم کرد به حضور تمامی قوم او. آمین. آمین. یه دستتون برای کلام خدا. به تجربه هم نگاه نکن. مثلا عزیزی هست میاد اینجا بگیم براش من دعا کنم. نه من اونو میشناسم، حالا اون شب من میشناسم. من که دعا میکنم یک دفعه میفته. بعد که بلندش میکنیم اینا به هر حال میشونیمش. حالا از روح خدا پر شده. لمسی بوده. بعد مدتی میگیم خواهر برادر چه اتفاقی افتاد؟ میگه نمیتونم به حس شدم، بدنم گرم شد، حتی شما میخواستید منو بلند کنید، نمیخواستم بلند شم، ولی حس خوبی داریم، خوب دارم. بعدم متوجه میشیم شخص شفا گرفته. یه مدت دیگه بعد هستم یه عزیزی میاد براش دعا میکنیم، میدیم حس رنگش پرید، چرا سرد شده. بعد یه خود نشیم سری میگیم یه آبی چیزی بیام بهش بدیم، داریم دعا میکنیم، میدیم که روح خدا داره کار میکنه. بعد میگیم چی شد؟ میگه هیچی، من راستش رو زمین نبودم که، من آسمون بودم، من اینجا بلند شدم رفتم. آیا من میتونم فرداش بیام تعلیم بدم برای هر کسی دعا میکنم افتاد گرم شد و شفا گرفته؟ یا وقتی من دعا میکنم شما باید برید تو آسمان؟ یه تجربیاتمون نیست. اگر امروز من برای شما این گواهی رو دادم که وقتی دعا کردم رویا دیدم، حتما شما نباید این گونه بشه. چه بسا شما تو همین الان تو همین موعظه ناراحت، دردت هستی، ضعفت هستی، ایمان داری به خدا، همین الان خداوند تو رو شفا میده. چه بسا توی پرستش تو رو شفا میده. چه زمانی که داری میری میای تو فکر و اندیشش هستی، تو خدا تو رو شفا میده. نه به سردیه، نه به گرمیه، به عشق محبت خداست که به همه ما داده شده. فقط باید دریافت کنی، با ایمان باید این رو دریافت کنی. اما اگر این گونه فکر کنیم کلیسایی میشن میگن آقا همه باید بیفتن، من رفتم از این کلیسا که همه باید بیفتن، حالا نمیشه برای خواهی پاپل بندازیم به طرف بندازیم، یا همه فکر کنم دارم پرواز میکنم. من نمیگم اونها از رو پر نمیشن، من هرگز نمیخوام محکومش میکنم، هرگز. تازه اونجایی هم که میبینم برام چیزی نیستش که جواب میگم، نمیفهمم، من هنوز من به اونجا نرسیدم اونو بفهمم، ولی بحث نمیکنم، بحث نکنم، فکر نکنید منم باید مثل اون بشم. خودتون رو آزاد کنید، حضور خدا با شماست، قوت خدا با شماست. معلمی داشت، معلم ساینس و علم و طبیعت داشت، درباره یه نهنگ توضیح میداد که نهنگ اینجوری هستش و هر دو اونم اینقدر کوچک هست، و اینکه توی کتاب مقدس گفته یه نهنگ یونس رو بلعیده چه این چیزی صحت نداره. البته کتاب مقدس میگه یه ماهی بزرگ. به حال این معلم داشت این نکته صحبت میکرد، یکی از دانش آموزای دختر کوچیکی بود، دستش بلند بود، میگه ولی نه کتاب مقدس گفته، مطمئن هستم که اون نهنگه یونس رو بلعیده. اینا بحثشون میشه، میگه بس به جایی میرسه که اون دختر به عنوان دانش آموز چی میتونسته بگه؟ میگه خب آقا اجازه، اگر من رفتم بهشت از یونس میپرسم که آیا تو دهن نهنگ رفتی یا نرفتی؟ بعد معلمم اون میکنه میگه اگر اون رفته بود تو جهنم چی کار میکنه؟ میگه خب اون موقع دیگه تو سوال کن. بحث و جدل ما رو به اینجا میرسونه، به ما جواب درست نمیده، ما فقط میخواییم بکوبیم. ولی وقتی حقیقت رو درک میکنیم، میده به این داریم با حقیقت زندگی کنیم، اون موقع هستش که عزیزان توی دعا ما شکرگزار هستیم برای سه زمان. زمان گذشتت با تمام سختی ها و رنجات، زمان حالت با تمام موقعیت ها، و زمان آیندت. در مزمور 71:5-6 اعلام میکنه
چون تو ای خداوند امید من هستی، الان هستی. از جوانی به تو توکل نمودم، از گذشته. در تمام دوران عمرم به تو تکیه کردم، از گذشته. و از روز تولد تو پشتیبان من بوده ای. من همیشه تو را ستایش میکنم تا آینده. من ایمان دارم گذشته من، امروز من، آینده من کاملا توی دستای خداوند هستش. و چون تو دستای خدا هستش، چرا بترسم؟ چرا نگران باشم؟ پس شناخت خدا باعث ایمان حقیقی ما خواهد شد. ایمان ما اعتماد کامل به خدا میشه و این اعتماد به ما این امید و اقتدار و دلیلی رو به ما میده که ما با قدرت به حضور خدا بریم. با ترس و سرزنش نرو، با نگرانی نرو. ما میگیم اینجا شیطان حمله میکنه، فکر نکن حالا در حضور خدا شیطان ناراحته. خب ناراحت که هست، باشه، چیکارش کنم؟ خدا قوی تر از اونه. با دلیلی برو در حضور خدا. بریم با هم دیگه نامه عبرانیان 4:6 رو داشته باشیم. آیا عزیزان همه بروشور داره؟ اونا که بروشور نهی، لطفا بروشور رو بره دستا بالا. مرسی. لطفا به بقیه عزیزان بروشور بره. همون شد؟ اوکی. یه دست برای خودتون بزنید، اینقدر رو مهید که بروشور نداره. یعنی ما اینجا مثبت فکر میکنیم. پس چون باقی است که بعضی داخل بشوند و آنانی که پیش بشارت یافتند به سبب نافرمانی داخل نشدند. نامه عبرانیان 4:6. بله. پس با دلیلی نزدیک به تخت فیض بیایید تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که در وقت ضرورت ما را اعانت میکند. یعنی با این اعتماد ما به حضور خدا برمیدیم و ایمان داریم که فرزندان خدا در حین فروتنی، در حینی که تقدیس میکنن زندگیشون رو، مقدس هستن، نباید مثل زمانی که در مذهب بودن با ترس، با وحشت به حضور خدا برمیدن. شاعری میگه ما قوت پرواز نداریم. لطفا به این توجه. امروز تو فرزند خدا هستی، بابت قرودوس با تو هستش، با ایمان بپذیر. ما قوت پرواز نداریم، آمیست که صیاد شکسته قفس را. قفس شکسته شده، پرنده ها هنوز اسیر اون قفس هست. مسیح ما را 2000 سال پیش آزاد کرده، امروز هنوز با ترس و نگرانی میخواییم به حضور خدا بریم. خب زندگی تو چک کن، چه بلایی به سر زندگی روحانی تو که نمیتونی با دلیلی به حضور خدا بری. اگر گناه اشتباهی هست تو بکن و خداوند مطابق فیضش تو رو برکت خواهد داد. چرا با ترس انسانی به حضور خدا میری؟ با قوت خدا برو، با شجاعت به حضور خدا برو و خداوند هستش که تو رو برکت خواهد داد. چرا که ایمان داریم 2000 سال پیش عیسی مسیح که یگانه پسر خدای پدر هست جسم انسانی بر تن کرد و بر روی زمین آمد تا خدای حقیقی رو و ذات حقیقت اون رو به ما بشناسه و دیوار گناه رو ریخت تا اینک بود با دلیلی در حضور خدا برد. آمین. بریم با هم دیگه انجیل لوقا 11:1-13 رو داشته باشیم. انجیل لوقا 11:1-13 که مسیح چگونه با میگه دعا. و هنگامی که او در موضعی دعا میکرد چون فارغ شد، یکی از شاگردانش به وی گفت خداوند دعا کردن را به ما تعلیم نما. آمین. مگر به چگونه دعا میکرد؟ گویا دعای عیسی مسیح کاملا متفاوت بود با دعای مذهبیون، با معلمین یهود، با فریسیان کاملا متفاوت بود. اونها چیزی رو دیدن که در فریسیان ندیدن، در معلمین یهود ندیدن. اون چگونه دعا میکرد عیسی مسیح؟ بله. چنانکه یحیی شاگردان خود را بیاورد، بدیشان گفت هرگاه دعا کنید گویید ای پدر ما که در آسمانی. ای پدر. عیسی مسیح میدانست به حقیقتا پدر او و پدر ما هستش. او خدا رو به عنوان پدر میخونه. ما او رو چی؟
پدر یعنی مسئول، پدر یعنی دلسوز، پدر یعنی پر از عشق و محبت. من صحبت از پدرهای زمینی نمی کنم، چه بسا پدرهای زمینی بر روی زمین بودن که نقش پدری رو نتوانستن ادا کنن. کلام خداوند در کتاب اشعیا 66:13 اعلام میکنه که من همچون مادر هستم، یک مادر دلسوز هستم. پس اگر امروز ما خدا رو به عنوان پدر میشناسیم مطابق کلام خداوند، کلام خدا رو به عنوان یک مادر دلسوز هم میگه، مسئله مسئولیته، مسئله عشقه. پسر یعنی شکل پدر، دختر یعنی شکل مادر. در هر صورت مطابق کتاب پیدایش 1:27 ما آفریده شدیم شکل خدا بشیم، به شباهت او باشیم. پس باید به این خدا نزدیک بشیم، با عشق باید نزدیک بشیم، نه حتی با قوانین و شریعت، چون ما با قوانین به خدا هرگز نمیتونیم نزدیک شیم. بله، نام تو مقدس با، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است در زمین نیز کرده شود. آمین. نان کفاف ما را روز به روز به ما بده و گناهان ما را ببخش، زیرا که ما نیز هر قرضدار خود را میبخشیم، و ما را در آزمایش میاور، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. و به دیشان گفت، کیست از شما که دوستی داشته باشد و نصف شب نزد وی آمده بگوید ای دوست، سه قرص نان به من قرض ده؟ عیسی مسیح صحبت از دوست میکنه، لذا درباره خدای پدر صحبت میگه. اگر یک دوست در دوستی خودش وفادار میمونه، چقدر خدای پدر برای من و شما وفادار خواهد بود؟ اگر پدران زمینی در نقش پدریشون سعی میکنن بهترین رو به فرزندان بدن، چقدر خدای پدر توی مشکلات و سختی ها ما رو دستگیری خواهد کرد. در مزمور 27 در میخونیم، چون پدر و مادر مرا ترک کنن، آنگاه خداوند مرا بر میدارد. داوود پادشاه در مزمور 9:10 نیز به این گونه باز اعلام میکنه، و آنانی که به نام و آنانی که نام تو را میشناسند بر تو توکل خواهند داشت، زیرا ای خداوند تو طالبان خود را هرگز ترک نکنند. چرا که در انجیل متی 28:20 اعلام میکنه، بعد از اینکه ایمان آوردی من تو را هرگز رها نخواهم کرد. پس محبت پدران او با من دیروز بوده. باز ما میخونیم در مزامین که در رحم مادر او نقش رو بست در من، او حافظ من بود و حالا نیز او حافظ من هست و آیندم نیز خدا حافظ من هست. وقتی در حضور خدا میریم این سه زمان رو به یاد بیارم و اون موقع با قدرت محبت دعا خواهی کرد. بله، چون که یکی از دوستان من از سفر بر من وارد شده و چیزی ندارم که پیش او گذارم. این مثالی منظر ما، این مثالی هست که داره الان مسیح میگه. چرا که در قوم اسرائیل، در یهود مرسوم بود در زمانهای قدیم وقتی یک نفر میمد عنوان مهمان، خب خونه ها اینقدر بزرگ نبود، مسافرخونه که نبودش که، پس اینقدر خوراک هم نبود، یخچال و فریزر این چیزا هم که نبود. معمولا یه نفر که توی محله میومد، همسایه ها نیز مسئولیت داشتن، اونها مهمان نوازی میکردن، یکی جام میداد، یکی نهار میداد، یکی صبحانه میداد، و از اون مهمانی که تو اون محله اومده بودن اونها پذیرایی میکرد. پس عیسی مسیح مثال رو داره این گونه میگه، میگه اون مسئول بود. حالا شما برای مهمانت نانی میخواید. بله، پس او از اندرون در جواب گوید، مرا زحمت مده، زیرا که الان در بسته است و بچه های من در رخت خواب با من خفتند، نمیتوانم برخواست تا به تو دهم. به شما میگویم هرچند به علت دوستی برنخیزد تا به دو دهد، لیکن به جهت لجاجت خواهد برخاست و هر آنچه حاجت دارد به دو خواهد. این لجاجتی که اینجا مسیح میگه، یعنی وقتی میری در حضور خدا گوری روح القدس رو بخواه، با قوت روح القدس دعا کن. خوب عقلانی دعا کنیم، اما چون ما فرزندان خدا هستیم روحانی هم باید دعا کنیم، در روح دعا کن. از خداوند پوری روح القدس رو بخوام،
که بتونی به توسط روح القدس دعایی بکنی که باعث برکت بشه، خودتو در حضور او ببینی در اون روح. وقتی میگیم در اون دعا کنیم، فکر نکنیم بازم گرم باید بشی، سرد باید بشی. خیلی، یعنی خودت رو کاملا در حضور خدا میبینی. باز شاعر میگه آسمان فرصت خوبی است اگر پر بکشیم، به افقهای دلانگیز خدا سر بکشیم. اگه باورش داریم در حضور خدا که میری، خودت رو در حضور او ببین. بعده و من به شما میگویم سوال کنید که به شما داده خواهد شد، بطلبید که خواهید یافت، بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد. آمین. زیرا هر که سوال کند یابد، و هر که بطلبد خواهد یافت، و هر که کوبد برای او باز کرده خواهد شد. آمین. و کیست از شما که پدر باشد و پسرش از او نان خواهد سنگی به دو دهد؟ یا اگر ماهی خواهد به عوض ماهی ماری به دو بخشد؟ یا اگر تخم مرغی بخواهد عقربی به دو عطا کند؟ پس اگر شما با آنکه شریر هستید میدانید چیزهای نیکو را به اولاد خود باید داد، چند مرتبه زیادتر پدر آسمانی شما روح القدس را خواهد داد به هر که از او سوال کند. آمین. 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 پس در زمان دعا قوت روح القدس رو بخواییم، پوری روح القدس رو بخواییم. نه تنها ما در این مطلب میتونیم از عیسی مسیح اون رو دریافت کنیم، بلکه رسولان مسیح نیز ما رو تشویق میکنن که در حضور خدا پوری روح القدس رو بخواییم. وقتی پوری روح القدس رو میخواییم، اونجا روح القدس میگه رسول بس دیگه، چرا برای خودت داری دعا میکنی؟ چرا داری برای کلیسا دعا میکنی؟ حالا بیا دعا کن برای اونها که تو زندان هستن، چه سیاسی هن، چه مسیحی هن. برای معتادین دعا کن رسول، تو فرزند من هستی، تا کی فقط کلیسای من، خونه من، زندگی من، بچه من، بیزنس من، اقامت من. وقتی در روح هستی، اونجا روح القدس طریق دعا رو ما خواهد داد، و اونجا هستش که به فیض خداوند ما نیز میبینیم که پیروزی ها داریم. باز شاعری اعلام میکنه افتادگان چون تکیه به دست دعا کنن، صد درد را به قطره اشکی دوا کنن. وقتی که خالصانه به حضور خداوند میریم و مطابق آنچه که در نامه اپوسیسیان 5:18 هست، بر اونیان 14:17 هستش، ما با قوت خدا میتونیم دعا کنیم و آنچه را که نیکوست رو دریافت کنیم. حتی خود عیسی مسیح، این رو میگم تا خادمین رو بدونیم، خادمین عزیز، من به شما میگم بر فرض مثال بیاید اینجا سرود بخونید، من از شما خواهش میکنم فلان کار رو تو کلیسا بکنید، ولی خواهشم کردم لطفا بیاید در حضور خدا دعا کنید. همه شما خادمید، هیچ کس اینجا مهمان نمیتونه باشه، همه خادمید، باید یه خدمتی بکنید، اما اون خدمت تو از مسیح بگیر. چرا که خدا گفت شد رسول هرچی بگه نمیشه. رسول میگه، میگه طرف به ذوق میاد، آه من این کارو میکنم، این کارو بعد میرسم هفته بعد نیمد کلیسا رفت. بله، ولی وقتی خدا میگه مثل خود من کو با خوشا ناراحت، این خدمت منه. آمین. از اینا شروع کنم و تا به امروزم ایستادم به فیض خدا و لطف خدا و اینکه شما عزیزان دست یاری به من دادید، از خادمین و اعضای کلیسا که کنار هم بیستیم و نام او که حقیقتاً شایسته هست رو بتونیم بلند کنیم. آمین. در انجیل لوقا 6:12-13 میبینیم عیسی مسیح از شب تا صبح برای خادمینش دعا میکرد. خادمینی که مسئول هستن مثل من، مثل برادر عزیزم روبن، ما برای اعضایی که زیر دست هستن به عنوان خدمت دارن خدمت میکنن، ما باید دعا کنیم و ما دعا میکنیم برای اونها، چرا که میدونیم حملات برای خادمین ما نیز هستش. با ایمان به خدای محبت که پدر آسمانی من هست دعا میکنم و در دعا اعتمادی کامل، با اعتمادی کامل و تمایلی قلبی آنچه را که اراده خدا میباشد را میپذیرم تا بتونم در این مسیر زندگی پاک و خوب داشته باشم. دعایی که بدون نیاز، دعایی که هرگز درش روی عادت نخواهد بود عزیزان، با عشق هستش و جواب این عشق نیست برای ما خود عشق خواهد بود و هرگز و هرگز این گونه نخواهد بود که ما بگیم ما بدون جواب خواهیم بود. گاهی میشه که
ما با طرز تفکرات خودمون، ذهنیت خودمون نسبت به دعا خودمون رو سرزنش میکنیم، دیگران رو سرزنش میکنیم. آخ من توی دعا این رو نگفتم، علتش این بود، باعث اذیت خودم، دیگران میشم که آره ای کاش من اینجوری میگفتم، تو چرا اینجوری شدی؟ من فکر میکنم بهترین کار این هست که بسپر تو دست خداوند، آرامش داشته باش. تو با دل دعا کن، شما مثل رسول دعا نکن، مثل خودت دعا کن. بلند میتونی بلند دعا کن، آروم میتونی آروم دعا کن. میخوای زانو بزنی در حضور خداوند، بیا جلوی کلیسا زانو بزن، خودت باش اما با عشق دعا کن. از کسی کپی نگیری، چون بعد از این مدتی خسته عادل میشه، میبینی جواب نمیده، خودتو اذیت میکنی و بچه ها دیگران هم اذیت میکنی. اون اینجوری دعا که من دعا که مثلا جواب نگرفتم، بعد به جایی که یه شخصیتی باشی که از طرف خداوند باعث برکت بشی، یه دفعه احساس میکنی نه، باعث انگار آزار و رنج خودت شد، محیط برات خسته کننده میشه. معمولا این موقعیت توی مذهبیون هستن، کلیسا چنین چیزی ما نداره، به ندرت داره، چون این آزادی رو خداوند به ما داده که باعث برکت و آرامش هم دیگه باشه، نه خدایی نکرده آزار. پسر بچه مادر توی کلاس شلوغ میکنه و هم بچه ها رو اذیت میکرده، هم کلاسیاشو و هم معلم رو اذیت میکرده، بعد معلم رو میکنه میگه به من بگو آیا توی دنیا هست کسی که از تو خوشحال باشه، از بودن تو خوشحال باشه و تو یه کاری بکنه که اون لذت ببره؟ میگه آره، هر روز صبح مامانم وقتی میبینه من دارم میام مدرسه اینقدر خوشحاله، میگه میگه چقدر خوشحالم که تو میری مدرسه اینجا رسی. باعث برکت هم باشه، باعث بنای هم باشه. اگر درک درست نسبت به کلام خداوند داشته باشیم، مسلم بدونیم که توی جایگاه درست نیستیم، چرا که ایمان داریم خدای ما خدای پدر هست. در عهد جدید ما مدام روبرو هستیم با این واژه که خدا پدر است. ده ها آیه داریم در چهار انجیل و همچنین در نامه رسولان داریم. من فقط به چند تاش میخوام اشاره کنم. در انجیل متی 5:48 میگه کامل شوید همچون خدای مرقس 13:32 میگه بازگشت دوباره عیسی مسیح فقط و فقط به توسط خدای پدر هست که اعلام میشه. لوقا 6:36 اعلام میکنه رحیم باشید چنانکه پدر شما رحیم هست. در انجیل یوحنا 10:30 میخونیم که عیسی مسیح میگه من و پدر یک هستم، ما یک هستیم. و همونه که اعلام کردم در نامه رسولان هست، نامه یعقوب. من این آیات رو میگم عزیزان بنویسید، اگر دوست دارید نامه رومیان 8:14-17، غلاطیان 4:6-7 و نامه یعقوب 1:17 میگه هر بخشندگی نیکو و هر بخشش کامل از بالاست و نازل میشود از پدر نورها. پس بنابراین تمام آنچه که در کلام خداوند هست خدا رو به عنوان خدای پدر به ما معرفی میکنه. من مسیح که عشق خدا، فیض خدا، لطف خداست بر ما از آسمان به ما داده شد تا خدای حقیقی رو بشناسیم و با خدای حقیقی همراه و هم فکر باشیم. شاید اعلام میکنه چه شود که نازنینا رخ خود به من نمایی، چه شود که نازنینا رخ خود به من نمایی، به تبسمی نگاهی گرهی زدم بشام، به کدام واژه جویم صفت لطف عشقت، به کدام واژه جویم صفت لطف عشقت که تو پاکتر از آنی که درون واژه آمی، به کدام چشم شویم دل پر گناه خود را که در آن شکفته گردد گل پاک بی ریایی، چه کنم کجا گریزم، چه کنم کجا گریزم که به جز تو ندارم، چه کنم کجا گریزم که به جز تو ره ندارم، همه راه بسته بینم مگر تو ره گشایی. تو مسیح شهر عشقی، تو
تو مسیح شهر عشقی، تو محبت تمامی، تو طراوت بهاران، تو گل امید بار. آمین آمین آمین. وقتی میگیم در حضور خدا مطمئن باشیم که این خداوند هست که این محبت رو در دل ما قرار میده که برای مسیح نیز بسنده. آخرین آیه انجیل متا 6:31-34 هم لطفا بشنویم که این اعتماد رو به ما میده. خدا از نیازهای ما باخبر هست. پس بعد عشق رو در حضور خدا در ابتدا نیازهای تو رو بدونه، برای نیازات هم دعا کن، اما اولویت عشقت به خدا باشه. آیا خواهرم شما مایلید گواهیتون رو بدید؟ حالا بعدا پس از شما میشتم. انجیل متا 6:31-34. پس اندیشه نکنید و مگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم یا چه بپوشیم، زیرا که در طلب جمیع این چیزها امتها میباشند، اما پدر آسمانی شما میداند که بدین همه چیز احتیاج دارید. لکن اول ملکوت خدا و اراده او رو، اراده او رو بخواید. وقتی خدا رو میشناسیم ایمان داریم، وقتی ایمان داریم عاشقانه به سمت اون میریم، وقتی عاشقانه به سمت خدا میریم اعتماد داریم، و چون اعتماد داریم هر آنچه که اراده او هست ما راضی هستیم. آمین. و خدا از ما خوشنود خواهد. بعده و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد. آمین 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 آمین, آمین.